خدمت فرزان عطری، هنرمند خوب، خوش تیپ و خوش قیافه و خوش قد بالا هستیم. نمیخوام حالا من زیاد اذیتت بکنم، برگردم به این موضوع. یه بار یه سوال کوچیک دیگه ازت میپرسم، خیلی کوتاه جواب بده، میریم سراغ موضوعات دیگه. چجوری از حبس ابد به مثلا 10 سال و 3 سال و کوتاه‌تر تبدیل شد؟ من خب بعد از اینکه حبس ابد گرفتم، خب دیگه ترسی نداشتم، از این بدتر که نمیتونست بشه دیگه. یه نامه نوشتم راجع به کل داستانی که اتفاق افتاده بود، نوشتم، بعد یکی از بهترین وکیلای دبی گرفتم و اینو یادم سوئد و ایران هم خیلی پیگیر ماجرا بودن، خبرنگارای ایران و سوئد راجع به این داستان نوشتن و یه پتیشن نوشتم که مردم میتونستن امضا کنن که به خب به کمک مثلا که بخوان جاستیس بله حمایت کردن. بهرام رادان، گلشیفت فرهانی، سیوان خسروی، خب اینا جز اولین نفرها بودن که حمایت کردن و که این پتیشن رو پخش کنن به مردم. مردم اومدن امضا کردن، بیشتر از حدود 60,000 نفر امضا کردن و بعد کورت بعدی از حبس ابد کردنش 10 سال و بعد هم بخشش که تبدیل شد به 3 سال. بعدش نه، بعدش کلی داستانای دیگه از هم میگم جا نمیشه بگیرم، ولی خوشحالیم که اینجایی و خوشحالیم که اون دوران تخ سپری شده. مرسی مام. خیلی پرسیده بودم تو چجوری اصلا با... البته چجوری که دیگه اگه تو نمیخواستی وارد کار مدلینگ بشی، میخواست پس عمه من قرار بود ولی حالا چجوری خودت بگو. نه حق من خورده، ولی اون که 100 درصد خدایش حق من خورده تو وطن فروشی. من توی یه کمپانی، ایونت کمپانی کار میکردم، بعد شرکتی که مهمونی برگزار میکرد یا برنامه و مراسم، برنامه و مراسم بودش. توی یکی از این برنامه ها مسابقه مدلینگ بودش، بعد یکی از مدل ها نیومده بود، بعد یه مدل که یه نفر کم داشتن، بعد من اونجا جزء کارمندا بودم اونجا، بعد گفتن من دیدم، گفتن میخوای تو شرکت کنی چون ما یه نفر کم داریم. بعد من گفتم، اول از همه گفتم چرا. چند سالت بود؟ من 18 سالم بود. خب بعد گفتم چرا که نه مثلا نه. بعد رفتم شرکت کردم، سوم شدم تو مسابقه. بعد از مسابقه یه شخصی اومدش از طریق ایجنسی به من کارتش رو داد و گفت بیا چند تا تستی عکس بگیریم و اینا. بعد از اونجا دیگه بازتون شد. تو یعنی مدل بودی توی سوئد، بعد مدل هاکوپیان شدی؟ چون من یادم کوچلوارای هاکوپیان رو تو تبلیغ میکردی. من با اجازتون 23 تا کشور مختلف مدلینگ کار کردم، بیشتر از 100 تا برند. ما با هاکوپیان میشناسیم. چون خیلی شروع کردم مسافرت کردن و اینا، خیلی دوست داشتم تو ایران هم یه کاری انجام بدم و اینا. بعد به خاطر همین وقتی که خب رفتم، اولین باری که به عنوان مثلا مانکن بین‌المللی رفتم ایران، خب از شرکت‌های مختلف تماس گرفتن و باشون صحبت کردم. یه فیلم هم بازی کردی تو همون دوران؟ آره بعد از نزدیک 2 سال که با هاکوپیان کار کردم، 2008 من قرار بود با ازتون 5 تا فیلم بازی کنم تو ایران. پیداد که این ماجرا پیش اومد که نه، دو تاشو انجام دادم، یکی 40 سالگی بود با خانم لیلا حاتمی، یکی هم شبانه روز بود با خانم مهناز افشار. چه با بازیگرای خوبی هم بازی کرده. بعد سه تا دیگه‌اش متاسفانه نشد به خاطر داستان 2009. خب الان با توجه به اینکه از اون حرفه و از اون رشته کاری خارج شدی و اومدی الان تو کار اجرا به عنوان یکی از برنامه‌های بسیار پربیننده و پرطرفدار، چه حسی داری به عنوان مجری گات تالنت؟ مجری خب خیلی حس خوبیه، مخصوصا که آدم توی همچین برنامه‌ای باشه. برای اولین بار یک لایسنس اصلی برای یک برنامه بین‌المللی رو گرفتم، برای من خودم باعث خوب افتخاره. خب منم بتونم تو این پروژه باشم خیلی احساس خوبی میکنم و خیلی هم خوب کارتو انجام میدی و دیگه شما اگه این حرف بگید خب دیگه خیلی و فکر میکنم که حالا صادقانه یکی از محبوب ترین چهره های برنامه هستی. لطفا بچه ها خب خیلی هم خوش سلیقن، نازنین و فرزان جزو محبوب و نه دوست داشتن همه. من اونجوری که کامنت ها رو دیدم و هر کی با هم صحبت کرده، شما به عنوان موجی و همینطور تارا فوق العاده خوب هستین و دمتون هم گرم، خیلی عالیه. برنامه بعدی چیه؟ در آینده چیکار می‌خوای بکنی؟ برنامه بعدی الان بزرگترین پروژه همین کتابه. خیلی سخت بوده، من حالا بعد از زندان هم کلی خوب سختیه در اینکه بتونید دوباره به زندگی عادی برگردید. من فکر می‌کنم من 3 سال از زندگیمو از دست دادم، ولی من درست 15 سالم از دست دادم، چون هر چیز که خوب ساخته بودم تا این مرحله بود دیگه. بعد
حالا بعد از کتاب تصمیم داری مثلا شاید یک مستندی یا یک هدفم خوب اینه که اول کتاب رو پابلشش کنم. بعد این کتاب به فارسی هم میخواهید؟ بله 100%. سوئدی، انگلیسی، فارسی به سه زبان ترجمه میشه. دارم انگلیسی مینویسمش ولی قرار ترجمه شه به فارسی و سوئدی. بعدش هم که اگه بشه خدا بخواد فیلمش کنم. خیلی هم خوب. مشتاقیم که ببینیم و امیدوارم که توی تمام مراحل زندگیت موفق باشی، هیچ وقت برات دردسر یا مشکل یا مسئله ایجاد نشه و این کتاب بیرون بیاد، کتاب موفق و پرفروشی بشه، فیلمش ساخته بشه و تو تمام اون 15 سالی رو که از دست دادی به نوعی جبران بشه واسط و بهترش برات اتفاق بیفته. ما اینجا با مهمون برنامه آخر مصاحبه یه بازی انجام میدیم. به تو به علت اینکه خب یه خورده فرق داری، خواستیم بگیم که انتخاب بازی با خودت، چه بازی رو دوست داری انجام؟ تو چه اصلا اهل ورزش هستی بجز باشگاه رفتن و اینا؟ ورزش خاصی انجام میدی؟ بسکتبال دوست دارم. میشه من قبل از اینکه شما بازی رو شروع بکنی من یک درخواست بکنم از شما؟ نه میخوام. به من گفتن مدل گربه میتونی راه بری؟ نمیتونی مدل کتفاک میشه مدل گربه راه رفتن گربه میتونی؟ هر کی باخت کتفاک میره. نه چیه؟ هر کی باخت باشه، هر کی باخت کتفاک میره. هستی؟ برو بریم. نشون بدم که منم بلدم یه سازی بزنم، شاید دفعه بعد منم ببرم بفروشم. هنرتون یکی دوتا نیست البته، ولی خب مهمون داریم. مثلا دفعه بعد حتما منو ببرم، من خیلی خوب گیتار می‌زنم. می‌بریم. حالا برای چی پینگ پنگ؟ این همه بازی بود. چون کامیا رو هفته پیش بردن، گفتم انتقام می‌گیرم. بعد گفتین اصلا که برای کی الله اومده انتقام بگیره واسه من. خیلی انتقام منم بگیر. مرسی. خب پس شما شروع بفرمایید. 11 تایی. 11 تایی. حاضری بچه‌ها؟ چند تا سرون؟ 5 5 اول داشتم. بریم. نخور. یکی. دو یک. سه آفرین چهار یک بده من چهار سه یعنی خیلی رقابت بالاست کاملا چهار پنج چهار یکی دیگه من چهار یکی دیگه های بک کتفاک من بزنیم اینجوری به این گندگی رو 8 نفر جابجا میکنم به یه کتفاک قشنگ برو قشنگ برو باخته ولی برای شما باید بری نه با من ادای فرزان رو در بیارم نه
نه اونجا الان فکر کنم مانکن قرار کتواک بریم همونطوری که بریم بچه‌ها از اینجا به اونجا آهنگ سمت دوم مانکنی آها الان با این آهنگ تو فاصله تکون یه دونه بیمار رو ببینم چیزی چی رو برم؟ بیا درستش اینجوریه بیا مدل خجالتی تا حالا دیده بودی؟ خب خب دمتون گرم دمتون گرم ما نباید دست میدادیم ولی خب دیگه موقع باخت داریم بیا اینجوری خدافظی کنیم قربونت برم من خیلی محبت کردیم مرسی که من دعوت کردیم قربونت برم یه چند دقیقه دیگه برنامه شروع میشه دیگه 7-8 دقیقه دیگه بله فراموش نکنید ده شب تا حتما نمکنید بله آخرین برنامه است قبل از اینکه برسم به مرحله حذف که تازه میخوان انتخاب کنن داورا کیا رو میفرستن به مرحله فینال خوب شد گفتی اینو یه چند تا من چیز دوست دارم آره. اجازه اصلا پرچیز گتر اجازه بدید من خودم الان چند تا سوال دارم چه لباساتون عوض نمیکنید لباس نداری بو نگرفته این لباس ها ما بودجه نداشتیم بعد از عربستان شروع کردیم نه نه به خاطر ادیت همه برنامه‌ها رو یه روز که ضبط نشه روزهای مختلفه بعد یک برنامه رو از روزهای مختلف انتخاب می‌کنن میز کارنش یه اپیزود خب به خاطر اینکه مثلا تو آدیشن توی فکر کنم 4 5 روز ضبط شده بعد همه یه لباس پوشتن که اگه خواستم مثلا یه دونه از روز سوم بعد اون روز دوم مثلا روز اول لباس همه مثلا روز ابی از روزهای مختلف برداشتن انتخاب کردن که اینا سه اپیزود شد برنامه‌های خارجی هم مثلا مثل The Voice UK و اینا هم همه همین کارو میکنن آدیشنش اینجوریه یعنی مرحله انتخاب لباسا شاید به خاطر اینکه مردم خیلی به یاد میارنش اونا معمولا تو چششون هستش که چرا عوض نمیشه این آخه لباس نازنین زرد یعنی یه جوری انتخاب شده که هیچ وقت اصلا هیچ کس پاک نمیشه دیگه چی بود چرا تالنت ها استعداد ندارن تالنت ها با همه استعداد دارن بعدش هم سیزن اول سیزن دوم بازم بهتر میشه به امید خدا هم سیزن بعدی حتی اگه خدا خواد از همه جای دنیا ایرانی ها میتونن شرکت کنن به هر حال بعدش در نظر داشته باشید این الان فردا اپیزود هفته بعدش اپیزود 8 داور رو باید بشینن 24 نفر رو انتخاب کنن که میرن مرحله فینال همه نمیتونن برن فینال فقط 24 نفر میرن یعنی تمام کسایی که رای دادن فقط 24 نفر میرن بالا گفتم 24 نفرشون میرن خب البته اینم در نظر بگیرید که ما تو کشور خودمون هم که مسابقه استرادیابی 50% رو گذاشته بودن و کل کشورم رفته بودن استعداد جمع کرده بودن آخرش برنده کسی بود که با ماسه نقاشی میکرد که این کارو 9 سال قبل توی گات تالنت آمریکا یه نفر با ماسه انجام داده بود و برنده شده بود یعنی استعداد خاص منحصر به فردی هم نبود بعد این افرادی که توی خارج از ایران فعالیت میکنن انقدر گرفتار مشکلات و مسائل و پناهجویی و زندگی خودشون رو دوباره از نو ساختن از صفر ساختن از زیر صفر ساختن هستن که دیگه فرصت نمیکنن تالنتشون رو اونقدر روش کار بکنن کلاس هم برن و تمرین بکنن برای همین ولی همین باعث میشه که مردم بیشتر اعتماد به نفسشون بره بالاتر و بیا شرکت کنن ما اتفاقاً یه موقعیت برای همه 100% پس یادتون نره برنامه امشب حتما تماشا کنید حتما نگاه کنید بابا بلم کن دیگه من حرف نزن من با وطن فروش حرفی ندارم عزیزم آخر برنامه است روی خوشی نشون بده ببینن خودم برادر اعلام کنم اصلا تو نمیخوای بذار من برنده اعلام کنم من میخوام برنده این هفته مبارکتون باشه نحوه دریافت جایزه رو به صورت دایرکت مسیج بهتون میگیم دیگه خودتون انتخاب بکنید اگه میخواین برنامه رو به صورت آنلاین تماشا بکنید یوتیوب فیسبوک اینستاگرام و توییتر و تلگرام ام بی سی پرژو در خدمت شما هست میتونید اونجا برنامه رو تماشا بفرمایید برای شرکت در قرعه کشی ما هر هفته یه پستی رو توی صفحه خود من و صفحه پیج منم بگو اسمشو بگو این پیج من اسممو بگو
@shadivatanfurush.com اینم پیج شادی جان. و چی بود دیگه؟ هیچی دیگه، خداحافظی کنیم لطفا. آره من برم، میخوام من زودتر برم. آره بابا خوش برو، خوش برو. ناراحتی خیلی اوت خواهیم.